بیانیه های زندانیان سیاسی اوین درباره عقب نشینی دژخیمان و بازگرداندن زندانیان به بند 350، به آتش کشیدن ساختمان ایران خودرو در زرین شهر توسط مردم خشمگین، اعتراضات دانشجویی در کرمانشاه و اسلام آباد، برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در شهرهای مختلف کردستان، اعتراض به گرانی بنزین در اندیمشک، خلخال و ارومیه. 12 زندانی سیاسی در زندان گوهردشت روز جمعه 12 اردیبهشت به دنبال عقب نشینی رژیم و بازگرداندن همه زندانیان محبوس در سلولهای انفرادی اوین به بند 350 با انتشار بیانیه ای اعلام کردند: خبر شدیم رژیم به خواسته های ملی تن داد و در یک شکست آشکار همه زندانیان سیاسی به گروان گرفته شده در سلولهای انفرادی را به بند عمومی منتقل کرد. بدون تردید این حمله وحشیانه با الگو برداری از اعدامهای گروهی زندانیان سیاسی بیدفاع در دهه 60 و پس از نوشیدن جام زهر قطعنامه 598 و به نیت ایجاد وحشت در مردم صورت گرفت که بنابر گزارش های رسیده قرار بود این حمله در زندان های دیگر تکرار شود، اما مقاومت یک پارچه ملت ایران موجب شد تا این اقدام در مرحله اول به رسوایی بزرگ برای رژیم تبدیل شود و در گام اول در پذیرش شکست به برکناری رئیس سازمان زندان ها تن دادند و تهدیدها و شانتاژ های رئیس قوه قضاییه و دادستان کل نیز ناشی از همین زهر و شکست بود. به دنبال عقب نشینی رژیم آخوندی و بازگرداندن همه زندانیان منتقل شده به سلولهای انفرادی به بند 350، زندانی سیاسی غلامرضا خسروی پیام تشکر و قدردانی خطاب به ملت ایران و آزادی خواهان و مدافعان حقوق بشر و حامیان زندانیان سیاسی در ایران و سراسر جهان فرستاد. در پیام زندانی سیاسی غلامرضا خسروی آمده است: بیشک این مقاومت ها و ایستادگی ها پیروزی نهایی خلق قهرمان ایران بر فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران را رقم خواهد زد. در اینجا بر خود واجب دانستم که به عنوان فرزند کوچک و جانبرکف مردم ایران از تمامی کوشش ها، پایداری ها و مقاومت شما سپاسگزاری نمایم. متقاضیان خشمگین خودرو در زرین شهر اصفهان روز پنجشنبه 11 اردیبهشت مقابل نمایندگی ایران خودرو در این شهر تجمع کردند و نسبت به تأخیر 3 ماهه تحویل خودروهای خود اعتراض کردند. معترضان خشمگین ساختمان ایران خودرو را به نشانه اعتراض به آتش کشیدند. آنها از اول سال 91 به حساب ایران خودرو وجه واریز کردند و تا کنون خودرو به آنها تحویل داده نشده و کسی هم پاسخگو نیست. دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در اعتراض به نابسامانی وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی و کیفیت پایین غذا در مقابل دفتر امور اداری و دانشجویی این دانشگاه دست به تجمع زدند. جمعی از دانشجویان دانشکده اقماری اسلام آباد غرب وابسته به دانشگاه رازی روز سه‌شنبه 9 اردیبهشت در اعتراض به بیکفایتی مدیر این دانشکده و حل نبودن مشکلات صنفی در مقابل ساختمان مرکزی این دانشگاه واقع در باغ ابریشم کرمانشاه تجمع کردند. پیمانکاران سلف سرویس در دانشگاه‌های رازی و علوم پزشکی کرمانشاه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات چند ماهه خود در مقابل دفتر امور اداری این دانشگاه دست به تجمع زدند. کارگران بانه در استان کردستان روز پنجشنبه 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر را در بیرون شهر برگزار کردند. این مراسم با 1 دقیقه سکوت و با احترام به کسانی که در راه آزادی جان باختند شروع گردید. بعد از آن شرکت کنندگان به ایراد سخنرانی در مورد روز جهانی کارگر پرداختند. در پاوه کارگران مقاوم مراسم روز جهانی کارگر را روز پنجشنبه 11 اردیبهشت در مناطق کوهستانی این شهر برگزار کردند.
همچنین جمعی از کارگران شهرستان پاوه با پخش شیرینی در میان کارگران روز جهانی کارگر را گرامی داشتند. کارگران شهر مریوان در استان کردستان روز جهانی کارگر را گرامی داشتند. آنان در نقاط مختلف کارگری از جمله نانوایی‌ها، شهرک صنعتی، کوره‌پزخانه‌ها و تعدادی مرغداری در اطراف شهر و در داخل روستای دزلی شیرینی پخش کردند. بعد از ظهر همان روز نیز جمع زیادی از کارگران شهرهای مریوان و پاوه برای بزرگداشت این روز گرد هم آمدند. همزمان با روز جهانی کارگر، کشاورزان اصفهان و شهر کرد در مقابل فرمانداری‌های رژیم در این دو شهر تجمع کردند و به بسته شدن آب زاینده رود که جهت استفاده در ذوب آهن بسته شده بود اعتراض کردند. کشاورزان در این تجمع با وسایل کشاورزی از جمله بیل، داس و شنکش شرکت کردند. کامیونداران خلخال در اعتراض به گرانی سوخت در اعتصاب به سر می‌برند و از بارگیری خودداری می‌کنند. نمایندگان کامیونداران خلخال با تجمع در مقابل اتحادیه کامیونداران در اردبیل اعلام کردند تا قیمت جدید حمل بار اعلام نشود از بارگیری خودداری خواهند کرد. جمعی از رانندگان تاکسی ارومیه روز پنجشنبه 11 اردیبهشت در اعتراض به افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع کردند. رانندگان تاکسی در این تجمع خواستار تعیین نرخ جدید کرایه تاکسی متناسب با افزایش قیمت سوخت شدند. عده‌ای از اهالی روستاهای شهرستانهای چهارمحال و بختیاری در اعتراض به افتتاح یک سد که باعث شده است اراضی آنها زیر آب رفته و مهمترین جاده ارتباطی چهارمحال و بختیاری به خوزستان مسدود شود، روز پنجشنبه 11 اردیبهشت در مقابل استانداری رژیم در استان چهارمحال و بختیاری دست به تجمع زدند. دیوان عالی رژیم آخوندی حکم اعدام خالد موسوی و علی جبیشات، دو هموطن عرب خوزستانی را مورد تایید قرار داد. ماه گذشته عفو بین الملل نسبت به انتقال آنها به مکان نامعلوم توسط وزارت بدنام اطلاعات آخوندی هشدار داده بود. رژیم ضد بشری آخوندی روز پنجشنبه 11 اردیبهشت یک زندانی را در زندان مرکزی بندرعباس به دار آویخت.